حسیب و خراسانی به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. حسیب خراسانی یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان به گفته های حمید خراسانی واکنش نشان داده می گوید که به مقاومت خود ادامه می دهند. در گزارش اسپوتنک، حسیب قوای مرکز یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به گفته های عبدالحمید خراسانی آمر امنیت ولایت پنجشیر میگوید که هیچ کسی مانع مقاومت آنها شدن نمیتواند. ویدیویی که چند روز پیش از سوی خراسانی به نشر رسیده بود مقاومتگران را مرتد خطاب کرده گفته بود که هیچ مقاومتی وجود ندارد. فرمانده حسیب در جواب خراسانی در روابط با مرتد خطاب کردن او در این ویدیو میگوید: با گوشهای باز بشنو، اگر روزش رسید 17 شب و روز ستم کشد نکردم، بچه آصف نیستم. وی نیز افزود که مقاومت ادامه دارد و هیچ چیزی مانع مقاومت آنها شدن نمیتواند و از کلان قومی نیز خواست که میانجیگری نکند تا آنها با طالبان بیعت کنند. او خطاب به ریش سفیدان قوم گفت: کوشش کنید که نزد ما نیایید و از این گبها جلوگیری کنید. ما نقطه ضعف نداریم. حسیب فرمانده جبهه مقاومت ملی پنجشیر سر می دهم سنگر نی. مقاومت ما زنده هست. حسیب الله پنجشیری و شماری از جنگجویان جبهه مقاومت ملی و هشدار عبدالحمید خراسانی که از سوی طالبان به فرماندهی پنجشیر منصوب شده واکنش نشان داد. او با انتشار پیام تصویری از قله های اندوگوش گفت: مقاومت ادامه دارد و هیچ کس نمیتواند مانع مقاومت آنها شود. عبدالحمید خراسانی که خود اصلا تا از پنجشیر است، مقاومتگران پنجشیر را مرتد خطاب کرده و گفت کشتن آنها فرض است. حسیب الله پنجشیری خطاب به عبدالحمید خراسانی که آنها را مرتد خوانده گفت که انتقام خواهد گرفت. در همین حال به نقل از صفحه رسمی خبر عاجل، حسیب قوای مرکز: خواهر عزیز و گرامیه مطمئن باش، حیوان صفتان و نوکران پاکستان که این عمل زشت و ناپسند و خلاف شریعت اسلامی را که در حق تو انجام داده اند به زودی جواب خواهند گرفت. اگر ما پیروان شهید احمد شاه مسعود بودیم، بهای هر قطره اشکت را از ظالمان خواهیم گرفت. حسیب الله پنجشیری زالشار یکی از خطرناکترین فرماندهان جبهه مقاومت است. او هر چیزی که بگوید انجام می دهد. اطمان پس منتظر باشید. آغاز جنگ چریکی در پنجشیر، رنجر طالبان در خواباک مورد هدف قرار گرفت. معاون والی پیشین پنجشیر از کشته شدن طالبان در این ولایت خبر می دهد و گزارش اسپوتنک، عبدالکبیر واسق معاون والی پنجشیر در حکومت پیشین در صفحه تویترش نگاشته است که در یک کمین مقاومتگران در ساحه کوتی های خواباک یک اراده رنجر طالبان هدف قرار گرفت و تمامی سرنشینانش
کشته شده اند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته اند. در همین حال، به نقل از صفحه رسمی گزارشنامه افغانستان، امکان دستگیری گلبدین حکمتیار از سوی شبکه حقانی، مولوی حسن رئیس الوزراء طالبان بعد از انتشار فیلم بدرفتاری زنده شماری از نفرات طالبان با علاگل مجاهد دستور تحقیق داده است. در این باره دو بروش کوچک تصویر صدا هفته گذشته در فاصله 3 روز در شبکه اجتماعی به نمایش آمد. یافته های گزارشنامه افغانستان در کابل نشان می دهد که افراد بدرفتار و موهن در برابر علاگل مجاهد، عضو ولسی جرگه سابق و از اعضای به نام حزب اسلامی افراد حکمتیار بوده اند که ظاهراً با طالبان از قبل یک جا شده اند. علاگل مجاهد عضو سابقه دار حزب اسلامی بود. در دوره کرزی و غنی اعلام استقلالیت میکرد، اما سپس به طالبان بیعت داده بود. گفته می شود چندی پیش حکمتیار به علاگل مجاهد پیام داد که بیاید در جوار قصر ما در دارالامان زندگی کنید که یک جا باشیم، ولی علاگل این خواهش حکمتیار را رد کرده بود. بخشایش در شان حکمتیار نیست و برای انتقام گیری هرچه از دستش پوره باشد علیه متمردان حزبی و غیر حزبی خیش به کار می گیرد. افراد اهانت گر علیه علاگل مجاهد کار نفرات حکمتیار بوده است که در ترکیب طالبان حضور دارند. پس از شکستن سنگ آرامگاه شادروان احمد شاه مسعود، این سخت‌ترین ضربه به آبرو و اعتبار شبکه حقانی بود. پوشش سنگی که ذریع آرامگاه نیز از سوی نفرات وابسته به حکمتیار شکسته شده بود و دو نفر در این روابط در توقیف طالبان قرار دارند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، خدایا رو نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.